نگاه کنید حبوبات، برنج، چای، اینا جزء کالاهای اساسی هستند. من فروش مردم میدونم. مشتری که 100 کیلو برنج واسه من میومد از من میخرید، اصلا واسه یه سالش، الان میاد یک کیسه میگیره. مشتری که میومد یک کیسه میگرفت، تو روز ترجیح میده بیاد یک کیلو برنج بخره. متوجهید؟ حتی یک کیسه برنجشو دیگه اون توانشو نداره بخره، میترسه کم بیاره آخره به اصطلاح برجش. متوجهید؟ اینا خیلی تاثیر. مشتریای خوبی که ما داشتیم که در ما میومد 5-6 کیلو خرید گوش داشت، یا مثلا 6-7 تا مرغ می‌خرید، الان اون گوشتش شده 2 کیلو 1 کیلو. مرغم که یه دونه دو تا میتونه الان تهیه کنه. تورمه، گرون، قیمت‌های میره بالا، اصلا مردم قدرت خرید ندارن. شیر و مثلا ماست و همه چیزا قیمتش خیلی بالاست، مردم نمیتونن بخرن. فکر کنم 50% 40% راحت گرون شده، شاید هم بعضی جا بیشتر. دامدارم تقصیر نداره، دامدارم انقدر خوراکش گرونه، علوف گرونه، واسش گرون تموم میشه، اونم مجبور گرون بفروشه. 22 تومن شده نزدیک 50 تومن، شما 2 برابر شده. کارامو اکثرا زدن که میخوان جمع کنن، یعنی نمیصرفه خودش با این وضعیت، هر روز جنس داره گرون میشه، وسیله نمیدونم بسته‌بندی پلاستیک، مشمع، ظرف، ظروف، نه همه چی گرون میشه. نگاه کنید سالی که یارانه شروع شد 40 و خورده میدادن به آدم، کیلویی برنج هاشمی بود کیلویی 4000 تومان یادمه، 4200 تومان. متوجه؟ یعنی یه 10 کیلویی حداقل میتونستی باش بگیری. الان فیکس، یعنی خیلی خودتو بکشی 1 کیلوشو میتونی بخری. یعنی همون یارانه است. با تورم حساب کنی تورم خیلی رفته بالا. از شنبه بحث مربوط به لبنیات با 10% کاهش قیمت در 3 محصول اصلی شیر و پنیر و ماست، 3 محصولی که بیشتر مورد استفاده هست، انجام خواهد گرفت.